آخرین ساعت زندگی نوید افکاری، گزارش اختصاصی بی بی سی فارسی از آنچه پیش از اعدام کشتیگیر ایرانی رخ داد. خالی از معروفی شده هیچ خوش نیستیم به یک روز دیر بسیار جگر بون هستیم. قبار غم بر عروسی بدون ساز و آواز، یک سال از حمله مرگبار به مسجدی در ولسوالی هسکمینه افغانستان گذشت. و یک تیر و دو نشان، ابتکاری خلاقانه برای ستایش از کادر درمان کرونا و مبارزه با نژادپرستی. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. بیش از 40 روز از اعدام نوید افکاری می‌گذرد. کشتیگیری جوان و از معترضان مرداد 97 در شیراز که به اتهام قتل مأمور حراست سازمان آب شیراز محاکمه و اعدام شد. چند روز قبل از اعدام، آقای افکاری و دو برادرش وحید و حبیب به سلول‌های انفرادی در زندان عادل‌آباد شیراز منتقل شدند. دو برادر دیگر همچنان در انفرادی هستند و به گفته پدر و مادرشان شکنجه شدند. هنوز سوالات و ابهامات بسیاری درباره اعدام نوید افکاری مطرح است. شبی که برادران افکاری فکر می‌کردن قرار است به تهران منتقل شوند، اما در همان شب نوید افکاری اعدام شد. آن شب دقیقاً چه گذشت؟ حالا یکی از اعضای خانواده افکاری به نقل از یکی از برادران به ما جزئیات بیشتری از آن شب داده. جزئیات بیشتر از مریم افشنگ. والله اینجوری که میگن قرار فردا صبح ستام انتقال بدن تهران. پزشکانی اومد همراه آقای موسوی رئیس کل دادگستری، چند تا پزشک از پزشکانی اومدن ستام. من که معاینه کردن، حبیب وحیدم گفتن معاینمون کردن. حالا چیزی که گفتن میخوان فردا انتقال بدن تهران، زندان مقصدش هم معلوم نیست جور که بهمون گفتن. من خیالمون راحته، اصلا از بابت من از لحاظ روحی هیچ نگرانی نداشت. آخرین مکالمه نوید با خانواده تنها چند ساعت قبل از مرگ. نزدیک 10 روز قبل از این تلفن، نوید افکاری به همراه دو برادر دیگرش وحید و حبیب به انفرادی برده شدند، با ضرب و شتم به گفته آنها. تماس خانواده از پنجشنبه 13 شهریور با سه برادر قطع شد. سوال‌های زیادی درباره شرایط سه برادر در انفرادی در چند روز قبل از اعدام نوید افکاری مطرح شده. منابعی در خانواده روایت وحید از آن چند روز را برای ما فرستادند. صبح شنبه که شنیدم نوید رو بردن، رفتم تو کوریدور مرکزی و نوید رو صدا می زدم. گفتم کاکو نوید کجا بردنت؟ و از مسئولای زندان می پرسیدم کجا بردینش؟ حبیب که از بندش داشت میرفت سمت سالن ملاقات هم صدای منو شنید و اومد. توی همین لحظه یکی از مسئولای زندان تماس گرفت که گارد زندان بیاد. خادم الحسینی همراه بیشتر از 20 نفر اومدن و بدون اینکه حرفی بزنن یا چیزی بگیم شروع کردن به زدن من و حبیب. دوربین اونجا همه این صحنه ها رو ضبط کرده. من رو خیلی زدن، به قصد کشتن میزدن. حبیب رو خیلی بیشتر از من زدن. تو حین زدن دائم فحشای بد بهمون میدادن. دستبند و پابند زدن بهمون و مثل جنازه کشیدن و بردنمون توی زیرزمین انداختن توی انفرادی. من، حبیب و نوید توی اتاقهای 2، 3 و 4 بودیم. سلول من تقریبا زیر جایی بود که اعدام میکنن. خانواده نگران از قطع شدن تماس، 2 روز میروند مقابل زندان به امید خبری. در تماسی چند ثانیه‌ای نوید میگوید مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و میخواهد که آنها را به پزشکی قانونی بفرستند. او میگوید زندان از تحویل برگه شکایت هم خودداری میکند. پدر و مادر نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه می‌نویسند. با وجود آنکه فرزندانشان گفتند تحت فشار ازشان اقرار گرفته شده، هنوز از برقراری عدالت مایوس نیستند. یکی از ابتدایی‌ترین حقوق آنها این است تا آثار ضرب و شتم در بدنشان هست دستور بفرمایید آنها را به پزشکی قانونی اعزام کنند. روز چهارشنبه پزشکی قانونی اومد و ما را بردن برای معاینه. رئیس دادگستری فارس هم بود. توی این 4 روز بعضی از کبودی‌ها و جراحت‌ها تا حدودی خوب شده بود و دیگه اونا رو ثبت نکرد. برای من 4 مورد ثبت کرد و برای حبیب حدود 6 مورد بود. ولی برگه نوید رو که دیدم جا خوردم. کاملا پر بود. بیش از 15 مورد پزشکی قانونی از صدمات و جراحاتش ثبت کرده بود. خانواده همچنان نگران و به دنبال خبر از 3 فرزندش. جمعه شب بهمون گفتن می‌خوایم انتقالتون بدیم به تهران و دستبند و پابند زدن بهمون و گفتن اگه می‌خواید بگیم مادرتون بیاد ببینیدش. ما گفتیم این وقت شب اذیت میشن، نمی‌خوایم. و گفتیم تلفن کافیه. من زنگ زدم به پدرم، حبیب زنگ زد به همسرش و نوید زنگ زد به سعید. نصف شب بود. فکر کنم حوالی 3:30 بود که درها رو باز کردن و گفتم وقت رفتن به تهرانه.
اول نوید رو بردن و من منتظر بودم که ما رو هم ببرن. حبیب گفت صدای کتک زدن و درگیری میاد. یهو من صدای کشیده شدن صفحه اعدام رو شنیدم. تا اومدن در سلولمون و گفتن تسلیت میگیم. نوید اعدام شد. اما به دلیل شیوه اعلام ناگهانی خبر اعدام و آثار ضرب و جرح این شک مطرح شده که نوید افکاری اعدام نشده و زیر شکنجه جان داده است. شنبه صبح در حالی که یکی از برادران به همراه مهدی محمودیان روزنامه نگار از تهران عازم شیراز بود برای گرفتن رضایت از خانواده مقتول، خبر اعدام نوید منتشر شد. وحید و حبیب همچنان در انفرادی بدون اجازه شرکت در مراسم عزاداری برادر. خانواده عزادار هم نگران دو برادر در انفرادی. نزدیک به دو ماه است خانواده افکاری خواهان رسیدگی به پرونده ضرب و شتم فرزندانشان در زندان هستند که مطابق قانون سازمان زندانها مسئول سلامت و امنیت آنهاست. آنها همچنین خواهان بازگرداندن وحید و حبیب به بند عمومی هستند. برادران افکاری گفتند شکایتشان از ضرب و شتم به صورت شفاهی و کتبی به دست مسئولان زندان رسیده. مسئولان زندان هم به خانواده گفتند این شکایت دریافت شده، اما در مراجعه به دادستانی شیراز به خانواده گفته شده هیچ شکایتی در دادسرای استان ثبت نشده و صحبت مقامات زندان صحت ندارد. پدر و مادر نوید افکاری 28 مهر ماه و در نامه دیگر این بار به قاضی ناظر بر زندان عادل‌آباد شیراز خواهان رسیدگی به شکایتشان درباره شکنجه سه پسرشان و همچنین ادامه بیمورد انفرادی حبیب و وحید شدند. در صورت ثبت شکایت مدارک آن را تحویل دهید تا پیگیری های لازم صورت گیرد و اگر ثبت نشده دلیل جلوگیری از ثبت شکایت را توضیح دهید. اگر تصمیم گیرنده شما هستید علاوه بر ارجاع فوری آنها به بند عمومی دلایل تحمیل انفرادی و شرایط شکنجه آنها را توضیح دهید و اگر تصمیم گیرنده شما نبوده اید مقامی که به شما دستور این اقدامات را داده معرفی کنید. مراسم 40 نوید هم چند روز گذشته برگزار شد. باز هم به وحید و حبیب افکاری اجازه حضور در مراسم 40 برادرشان داده نشد و آنها همچنان در انفرادی هستند. این هم یک نامه دیگر از بهیه نامجو به ریاست سازمان زندانها. مادری که بار دیگر اعلام شکایت می کند از عدم رسیدگی به وضعیت جسمی فرزندانش و جلوگیری از ثبت شکایت آنها. خانواده افکاری در روزهای گذشته نه تنها عزادار پسری هستند که در پرونده‌ای با ده‌ها سؤال بی جواب اعدام شد که حالا در راهروهای اداره‌های مختلف قوه قضاییه سرگردانند که سرنوشت دو پسرشان که بیش از 50 روز است بدون دلیلی مشخص در انفرادی هستند و مورد ضرب و شتم قرار گرفتند چیست؟ مریم افشنگ، بی بی سی. یک پناهجوی افغان در بوسنی و هرزگوین بعد از افتادن از روی پل به درون رودخانه یک ماه است که ناپدید شده. حالا برادر او که خودش در آلمان پناهجوست بیش از یک هفته است به بوسنی آمده تا بلکه پیدایش کند. اما میگوید دولت بوسنی و هرزگوین هیچ کمکی نمی کند. پناهجویان ایرانی هم در این شهر از رفتاری که با آنها می شود گله دارند. پرهام قبادی هفته هاست که ماجرای این پناهجوی مفقود شده را دنبال کرده و با پناهجویان ایرانی دیگر هم در این کشور صحبت کرده. من الان توی آبی قایق‌وادی گرفتم و کارون اصلا دنبالش میگردم. نصیر پناهجوی افغان در جستجوی برادرش در آبهای رودخانه اونا در بوسنی و هرزگوین. این تصویر عزیز محمدی است، پناهجوی 20 ساله که مفقود شد و گمان می‌رود که غرق شده باشد. شاهدان میگویند از بالای این پل افتاده حدود یک ماه پیش. این اون قسمتی که افتاده. نصیر برادر عزیز هم پناهجوست اما در آلمان. وقتی خبر را شنیده خودش را به بوسنی رسانده، اما میگوید هیچ نهادی حاضر نیست به او کمک کند تا برادرش را پیدا کند. کمک نکردین، حداقل کمک کنین که مردش پیدا کنن، که مثلا به خانواده‌اش تحویل بدین که خانواده‌اش تا آخر عاقبت منتظر بچه‌اش نباشه. شما چه جور انسانایی هستین؟ از رفتار دولت بوسنی گله دارد و اینکه صدایش به جایی نمی‌رسد مستعصلش کرده. ما مشکلمون چیه که ما توی دنیا یک کشور دیگه به دنیا اومدیم، اینا هیچ نوع همکاری ندارن. واقعا خسته شدم، به خدا نمی‌دونم چیکار کنم. هر جایی میرم جواب رد میدن، هیچ نوع همکاری ندارن. به خدا اصلا
این تصویر ارتفاعی را نشان می‌دهد که عزیز محمدی 9 اکتبر از آن سقوط کرده. دلیل مشخص نیست. نصیر می‌گوید هتل و پمپ بنزین کنار پل پر از دوربین‌های مدار بسته است که می‌تواند نشان دهد چه بلایی سر برادرش عزیز آمده. اما پلیس حتی حاضر نشده دوربین‌ها را چک کند. وزارت امنیت و وزارت امور خارجه بوسنی و هرزگوین به درخواست بی بی سی برای مصاحبه پاسخ ندادند. نصیر بعد از اینکه از دولت بوسنی ناامید شد به سراغ صلیب سرخ رفت. اما این نهاد میگوید که امکانات و اجازه قانونی برای عملیات جستجو را ندارد و این وظیفه دولت است. صلیب سرخ در بیانیه‌ای که به بی بی سی فارسی ارسال کرد اینطور توضیح داد. صلیب سرخ در بوسنی و هرزگوین با مقامات از جمله نهادهای پزشکی قانونی و سردخانه‌ها برای پیدا کردن افرادی که مفقود شدند همکاری می‌کند. صلیب سرخ نهاد امداد و نجات نیست، ولی از ارتباطاتش در بوسنی و هرزگوین و همه مسیرهای مهاجرتی برای پیدا کردن مفقود شده ها استفاده می‌کند. هر چقدر هم که زمان ببرد ما برای پیدا کردن جواب فعالیت می‌کنیم. عزیز کمپو که می‌بینید دقیقاً نزدیک پل عزیز اینجا بیرون از اردوگاه پناهجویان زندگی می‌کرده. در شهر کازین نزدیک مرز کرواسی. پناهجویان میگویند با اینکه اردوگاه جای خالی دارد اما خیلی ها را به داخل راه نمیدهد. بعد اینا مثلا مهاجر که اینجا میاد راهش نمیدن داخل. بعد داخل مثلا بچهایی که داخل میان میگن ما جا زیاده، جا خالی زیاده. ولی یک پناهجوی ایرانی که با زن و بچه‌اش در این اردوگاه زندگی میکند میگوید نه تنها دولت بوسنی که مردم هم با آنها بد رفتاری میکنند. تو فروشگاه مهاجر را نمیدن. هیچ اتوبوس یا تاکسی حق سوار کردن مهاجر را نداره. این اولین باری نیست که پای ایرانیان و افغانها به این کشور باز شده. 3 دهه پیش نیروی قدس سپاه به مسلمانان این کشور در جنگ کمک کرد. اولین سرمایه گذاری سپاه در یک کشور اروپایی. یه مدت با خود القاعده‌ای‌ها در بوسنی و هرزگوین. مهاجران ایرانی اما امروز مورد استقبال نیستند. این برچسب‌ها که روی در و دیوار نصب شده پناهجویان را تهدید می‌کند که اینجا برایشان امن نیست و باید به کشورشان برگردند. دختر خردسال خانواده پناهجوی ایرانی عینکش را در مسیر از دست داده. ماه‌هاست منتظر عینک هستند اما خبری نیست. مادر دختر بچه نگران عاقبت این بدرفتاری‌ها با کودکان است. یعنی دقیقاً الان 8 ماه ما داریم به اینا التماس می‌کنیم که عینک این بچه رو درست کنین. چشم این بچه در حال رشده. اینا چه جوری می‌خوان این جامعه ستیزی که دارن به بچه‌ها آموزش میدن تو این کمپ ها رو بعداً جمع و جورش کنن؟ اروپا خودش باید جوابگوی اینا باشه. اینا بچه‌هایی هستن که تو اروپا میخوان زندگی کنن. این کمپی که برادر من جلوی کمپ این زندگی میکرده تو همچین چادری. عزیز نتوانست وارد اردوگاهی شود که این خانواده ایرانی در آن مستقر هستند. در یک اتوبوس اسقاطی نزدیک کمپ میخوابید یا در چادرش پشت در اردوگاه تا شبی که این اتفاق برایش افتاد. آقایی که مشاهده می‌کنید مثلا بهش پول دادم اومده مثلا دارم دنبالش می‌گردم. نصیر که از همه جا ناامید شده با پول خودش قایق کرایه کرده و دنبال برادرش می‌گردد. اما برزخ بلا تکلیفی کلافه‌اش کرده. به خدا واقعا دیوونه شدم. به خدا نمی‌دونم چیکار کنم اصلا. پرهام قبادی، بی بی سی. یک سال از حمله مرگبار به مسجدی در ولسوالی هسکمینه ولایت ننگرهار در افغانستان می گذرد. در این حمله دست کم 64 نفر از اهالی یک روستا کشته شدند. غم و اندوه این رویداد تأثیر زیادی بر روستا گذاشته و رفتار اجتماعی ساکنانش را تغییر داده. علی حسینی در سالگرد این رویداد به آنجا رفته درست زمانی که پس از مدتها یک مراسم عروسی برگزار می شد. مراسم عروسی انارگل و برادرش، نه سازی و نه سرودی، جای پای غم در خوشی جودره. اهالی این روستای کوچک هسکمینه غم کلانشان یک ساله شد. یک سال پیش فردی انتحاری مسجد روستا را تپه از خاک و چوب و جنازه ساخت. 64 نفر را کشت و 35 نفر را زخمی کرد. شماری یتیم شدند و 35 زن هم بیوه. امروز هم مراسم عروسی یکی از آن بیوه هاست.
با برادر شوهر کشته شدهش، با انارگل. انارگل دو برادرش را در آن انفجار از دست داد. می پیش که بود بسیار یک خوب ساز باشه، امی کدام ساز و دیگه چیز آوردیم، علی نیست، علی کلگی خفگان است. هیچ خوشحالی احساس نداریم ما. نه از ما که از ما بیادر که زنده باشه، امروز روسیه می بود. خالی از ما روسی شده، هیچ خوش نیستیم به یک روز. دیر بسیار جگر خون هستیم. مسجد روستا هنوز ساخته نشده. یکی از چندین وعده محمد اشرف غنی رئیس جمهوری. دایو خو منافق چې زه خاصه مسلمان یم، از ما به حق پیسې لوک. پس از آن حمله آقای غنی به حسکمی نه آمد و به مردم داغ دیده جودره وعده های زیادی داد. با گذشت یک سال اهالی روستا ناامید از عملی شدن وعده های رئیس جمهوری دو بار به کابل رفتند، هیچ بار نتوانستند او را ببینند. اشرف غنی به ما پنج وعده داده بود. یکی این که برایتان مکتب می سازم، دوم کلینیک درست می کنم، سوم سرک، چهارم توزیع زمین برای خانواده شهدا و پنجم مسجد می سازم. فقط مسجد ساخته شده، آن همکارش به کندی پیش می رود. حمله در جودره که تاکنون هیچ گروهی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته، رفتار اجتماعی روستا را تغییر داده. میگویند حتی بندار و پاتوق جوانها کمتر شده و نشستنهای در خلوتشان بیشتر. داستان قریه جودره در منطقه حسکمینه به نحوی بیانگر داستان جنگ افغانستان است. از تمام افغانستان بیشتر خانواده ها زخم جنگ را چشیدند. 10 نفر از اهالی این خانه جان خود را از دست دادند، 2 نفر از اهالی این خانه کشته شدند و 3 نفر هم از اهالی او خانه. مثل تمام افغانستان، از شمال گرفته تا جنوب، از غرب گرفته تا شرق، گریبانگیر جنگی که هنوز بر او پایان دیده نمیشه. این هم قبرستان یک روزه، در یک روز ساخته شد و در همان روز پر شد از جنازه ها. در یک سال گذشته در روزهای جمعه اندوه این قبرستان تازه بوده. تورپیکی بیشتر روزها به اینجا می آید، کنار قبر شوهرش سیدان. می گوید پس از آن حمله جودره در بدر شد، آب خوشی از گلوی من پایین نرفت. یک سال گذشت ولی بسیار ما را بیقرار ساخت. امروز هم جمعه است و اینجا آمدیم. نمی توانیم فراموش کنیم. شوهرم سالم از خانه بیرون رفت و کشته شد. به گفته تورپیکی در این روستا خوشحالی نیست. همه غمگین هستند. مثل خود افغانستان که روزهای اندوهش زیاد است. علی حسینی، بی بی سی، حسکمینه، ننگرهار. پروژه Paint the Change یا تغییر را تصویر کن طرحی است با مشارکت مردم برای تهیه یک نقاشی دیواری دیجیتالی در جهت مبارزه با نژادپرستی و قدردانی از نظام بهداشتی بریتانیا که کارکنانش از 200 ملیت مختلف هستند. به مراسم رونمایی این نقاشی دیواری در شرق لندن رفتم و با هنرمندان و شرکت کنندگان گفتگو کردم. دویست ملیت یک NHS. این نام این نقاشی دیواری است که به تازگی در مرکز اجتماعی هنری ریچ میکس در شرق لندن رونمایی شد. این اثر ادای احترامی به تنوع ملیتی و فرهنگی کارکنان نظام بهداشتی بریتانیا معروف به NHS. تصویری از یک کارمند جوان لندنی NHS در کنار 10 گلی که آدم‌ها از گوشه و کنار بریتانیا طراحی کردن و فرستادند. اثری که با همکاری Paint the Change یا تغییر از طریق هنر برای پروژه هنر خیابانی برای عدالت اجتماعی تهیه شده. ایده طرح 6 ماه پیش و همزمان با محدودیت‌های اجتماعی بعد از بحران کرونا شکل گرفت. من یه هنرمند خیابانیم. بعد از بحران کرونا که نمی‌شد بیرون نقاشی کنیم، فکر کردم یک اثر دیجیتال تهیه کنیم. ما
ما یک کلاس هفتگی اینستاگرام داشتیم و از همه دعوت کردیم که برای تشکر از NHS یک گل طراحی کنن و برای ما بفرستن و بعد من گل‌ها رو کنار هم بگذارم. با ریچ میک صحبت کردیم و قرار شد که طرح روی این ساختمون به نمایش در بیاد. NHS آنقدر بین مردم بریتانیا محبوب است که وقتی پای تقدیر از آن وسط باشد، داوطلب زیاد پیدا می شود. بیش از 200 نفر از سراسر بریتانیا در این اثر مشارکت کردند. دعوت به همکاری رو آنلاین دیدم و مشارکت کردم. گل منو میتونین اونجا کنار گوشش ببینید. افتخار میکنم که حدود 10 ساله برای NHS کار میکنم. بیشتر همکارانم از ملیت‌های مختلف هستند. به نظرم نه تنها برای من و همکارانم، بلکه برای بیماران هم خیلی مهمه که ببینند جایی هستند که بهشون اهمیت داده میشه. وقتی این اثر را دیدم واقعا افتخار کردم. خودم هم یک گل سرخ طراحی کردم که بالای گوشی پزشکی میتونید ببینید. در چند ماه گذشته یک گلدان گل سرخ داشتم که برام الهام بخش بود و البته مادرم هم پرستار بود و اهل مالزی و آنجا گل سرخ سمبول ملیه. این نقاشی دیواری 50مین اثری است که پینت چنج با همکاری نهادهای محلی در سراسر جهان تولید کرده. شما میتونید با نجات پرستی، با اسلام حراسی، با یهودی ستیزی یا منفی مبارزه بکنید یا اینکه یه حالت با حالت مثبت مبارزه بکنید و حالت مثبت منظورم اینه که از چند قومیتی، از چند ملیتی این کشور که در حقیقت بیشتر از 200 قومیت در NHS در سیستم بهداشتی انگلیس کار میکنن. 200 قومیت خیلی، یعنی مثلا شما فرض کنید که در هر جای دنیا شما به هر سیستمی که مراجعه بکنید شاید مثلا 10 20 30 قومیت وجود داشته باشند و به خاطر همینه که من فکر میکنم که سیستم بهداشتی انگلیس اینقدر موفق بوده، چون نه در برخورد با بیمارا و نه در برخورد با مراجعین هیچ تبعیضی اعمال میشه و نه در استخدام افرادی که برای سیستم بهداشتی کار میکنن. شاید این پروژه با نشان دادن تنوع ملیتی و نژادی کارکنان NHS بتواند زخم اختلاف‌ها و تفرقه‌های این چند سال اخیر بر سر مهاجرت و برگزیت را التیام بخشد. فتانه فرج اللهی، BBC. شهر تاریخی دربند در داغستان در سالهای اخیر صحنه درگیری گروه‌های تندرو اسلامی با نیروهای دولتی روسیه بوده. یک دژ عظیم از دوران ساسانیان در این شهر باقی مانده که در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده و حالا کتیبه‌هایش در خطر نابودی قرار گرفتند. جزئیات بیشتر از پژمان اکبرزاده. دربند در دوره ساسانی مرز شمالی امپراتوری ایران بود. در سده ششم میلادی ساسانیان در این شهر یک دژ عظیم همراه با دیوارهای دفاعی ایجاد کردند تا از یورش قبایل شمالی به ایران جلوگیری کنند. سازندگان این سامانه در بخش‌های گوناگون آن نوشته‌هایی به زبان پهلوی از خود به یادگار گذاشتند که عموماً به نام معمار، حسابدار، پایان ساخت یک بخش از سامانه و یا زمان آن اشاره دارد. دربند شمالی ترین نقطه دنیاست که تاکنون نوشته‌ای به زبان پهلوی یا پارسی میانه در آن کشف شده. زبان رسمی امپراتوری ساسانی که نیای پارسی کنونی است. کتیبه‌های پارسی میانه در دربند از ارزش تاریخی و فرهنگی ویژه‌ای برخوردارند. حروف و اعداد به کار رفته در آنها حدود 1500 سال قدمت دارند. ولی برای خود ما در دربند اهمیت تاریخیشان دوچندان است، زیرا زمان دقیق ساخت دژ دربند از متن یکی از همین کتیبه ها روشن شده. در دربند کتیبه های پهلوی علارغم ارزش منحصر به فرد تاریخیشان در خطر نابودی قرار گرفتند. کتیبه ها بدون اقدامات حفاظتی زیر باد و باران رها شده و حتی شماری نیز به دلیل ساخت و سازهای اخیر درون خانه های مردم قرار گرفتند. خانه هایی که در کنار دیوار قرار دارند در گذشته های دور ساخته شده اند.
یک سری تأسیسات مانند چند گاراژ که به تازگی ساخته شده بودند توسط دولت خراب شدند، اما یک سری خانه در دوران شوروی به صورت قانونی ساخته شده اند که مردم همچنان در آنها زندگی می کنند. این خانه ها فعلا می مانند. یکی از مشهورترین کتیبه‌های پهلوی در دربند کتیبه شماره 3 است که به تاریخ ساخت دژ ساسانی در این شهر اشاره دارد. این کتیبه تا سالها پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در فضای باز شهری قرار داشته، ولی اکنون در انبار یک خانه قرار گرفته که حتی بازدید از آن برای پژوهشگران را غیر ممکن کرده. هیچ سامانه نظارتی در شهر وجود ندارد تا وضعیت کتیبه ها را زیر نظر داشته باشد و یا حتی تابلوی شناسایی برای آنها نصب کرده باشد. این موارد به برنامه‌های ویژه دولتی نیاز دارند تا به صاحبان خانه‌ها خسارت پرداخت کرده ساختمان‌ها را خراب کنند. شاید این موضوعی است که نسل آینده باید پیگیری کند. دژ دربند همراه با دیوارها و کتیبه‌هایش در سال 2003 در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است. این سازمان در مواردی که آثار در خطر باشند یا از چارچوب مقررات خارج شده باشند اخطار می‌دهد، ولی در این مورد می‌گوید تنها می‌تواند به مقام‌های کشور مربوطه توصیه نامه‌ای ارسال کند. پژمان اکبرزاده، دربند، داغستان. ممنون که با ما همراه بودید. تا برنامه بعد، بدرود. Thank you.